40,000 نفر تو خیابونن، 40 میلیون نفر تو خونه. ولی این اون 40 میلیون نفر به هر دلیلی نیومدن، که حالا اون یه بحث دیگه است، اما حمایت میکنن یا حداقلش سکوت میکنن. و اساساً برای که دوستانمون به بحث امینه، این مطلقاً اصلاحات شکست نخورده. اصلاحات موفق ترین راهبرد سیاسی در تاریخ ایرانه و اکنون هم به نظر من تنها راه حله و مردم بیش از هر چیزی بهش استقبال خواهند کرد. از بس که این آقای آصف بیات مطلبی تو من نقدشو نوشتم، حالا اونجا توضیح دادم که اصلاحات شکست نخورده، عدول از اصلاحات موجب شکست شده. 88 تو قالب اصلاحات به هیچ وجه قابل قبول و قابل فهم نیست. 88 عبور از اصلاح طلبیه که منجر به این اتفاقات شده. اصلاحات مطلقا شکست نخورده. در کل تاریخ ایران بهترین دوره 76 تا 84. اشتباهشون اینه که تو همون دوره اشتباهی کردن که نتونستن تثبیت کنن به لحاظ تاکتیکی احمدی نژاد برنده شد، که حالا اشکال مشکلاتش سر جای خودشه و اصلا کل ماجرا به دلیل درآمدهای شدید نفتی، اگه اونم اون درآمدا رو نداشت اصلا نمیتونست این کارا رو بکنه. کل ماجرا تغییر کرد. 88 هم یه فاجعه پشتش. اینا هیچ کدوم ربطی به اصلاحات نداره و من معتقدم علت این که مردم نمیان حمایت کنن، از حمایت عملی نمی کنن از این کسی که کف خیابونه، امیدشون به اصلاحاته. و الا اگه شما امید از اصلاحات رو ورداری، یا دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، باید رو به قبله بشینی منتظر بمونی، یا اینکه باید بریزی به هم بزنی. و اینو این کارو نمیکنن مردم.